اپ فاینال کات کامرا رو چند وقت پیش راجع به شنیده بودیم و بالاخره اپل این اپ رو داد بیرون که در واقع آیفونمون رو تبدیل میکنه به یه دوربین فیلم برداری برای آیپدمون، که یه جورایی میشه مثل یه استودیو از آیفونمون و آیپدمون استفاده کنیم که هم برای کار زنده، اجراهای زنده مثلا لایف داریم، 4 تا دوربین 4 تا آیفون میکاریم تو زوایای مختلف و همونجا زنده میتونیم سویچ کنیم بین دوربین 1 و 2، یعنی آیپدمون میشه اتاق کنترل. از اون برم میتونیم اینجوری عمل کنیم که 4 تا دوربین ضبط میکنن و همزمان دوربین 1 و 2 و 3 و 4 رو داریم تو فاینال کات پرو، میتونیم ادیت کنیم رو آیپد. این فقط یه رابطه یه بین آیفون و آیپد، یعنی فاینال کات مک روش کار نمیکنه، اصلا سازگار نیست با این داستان. از اون ور فاینال کات روی آیپد خودش یه اپ گرونی محسوب میشه و ممکن خیلی ها نداشته باشن، اما همین اپ رو آیفون به عنوان یه اپ حرفه‌ای فیلم برداری خیلی راحت میتونیم ازش استفاده کنیم و استفاده ارزنده‌ای میشه ازش کرد. حالا با هم طرز کارش رو الان مرور میکنیم ببینیم چطوری اصلا باید با این اپ کار کنیم. میایم تو اپ استور، سرچ میکنیم فاینال کات کامرا آوردتش. اینو میزنیم دانلود شه. حجمی هم نداره، 68.5 مگ. حالا گوشه من آیفون 11 پرو، شاید رو آیفون های مختلف یه کوچولو حجمش فرق داشته باشه. خب بازش میکنیم، یه خوش آمد و توضیح، دسترسی به دوربین و میکروفون میخواد. کانتینیو رو میزنیم، دسترسی به دوربین رو الو میکنیم، دسترسی به میکروفونم بهش میدیم. اینجا دسترسی به لوکیشن رو میخواد که میتونیم بدیم میتونیم ندیم، خیلی تأثیر آنچنانی نداره روی کار کرده اون، که دسترسی بدیم بهتر. ببین همینجا از همین پایین شروع کنیم، لنزش رو میتونیم عوض کنیم و بهش بگیم که کدوم دوربین استفاده کنه. میتونیم برگردونیم به دوربین جلو و دوربین عقب. اینجا عکس و فیلمایی که گرفته رو، در واقع فیلمایی که گرفته رو بهمون نشون میده این بغل. اینجا یک گزینه زوم داریم که کمک میکنه خیلی نرم زوم کنه. اینو نگاه کنی، روی یه درجه کم نگه میدارم، سرعتش میبینی نمیتونه تغییر کنه. میتونیم سریع بیایم، میتونیم آروم بیایم. تا حالا اصلا اینو برمیگردونیم زوم نباشه. این بغل یه فلش رو به بالا داریم که بهمون چند تا ابزار میده. میتونیم بهش بگیم اینوری قفلش کن، اصلا انگار گوشی اینوری کج گرفتیم. میتونیم حالت های مختلف بهش بگیم و سفر رو همینجوری قفل کنه. این کاربردش اینه که وقتی مثلا گوشی همینجوری الان قدیه قفل میکنیم، دیگه گوشی رو کج میکنیم و اینا، تصویر نمیچرخه، همه ابزارامون درست همین شکلی فیکس میمونه، که اینا میتونیم آنلاک کنیم قفلش باز باشه. بعدی فوکوسشه که میتونیم بزنیم رو اوتو فوکوس، میتونیم بزنیم رو منوال. الان رو منوال میبینیم تار شد، این وسط هاست مثلا جای فوکوسش، که حالا دوباره رو منوال بزنیم میشه اوتو. ببینید تو کل این اپ نگاه کنین، الان مثلا من اینو یه تغییر دادم، دو تا چیز هستش، الان منوال فوکوس، قبلا اسمش اوتو فوکوس بود دیگه. وقتی این تغییر کرده زرد میشه، وقتی تغییری نداره سفید میشه. الان میزنیم رو اوتو، ببینید شد اسمش اوتو فوکوس و سفید شد. بعدی اکسپوزه. اکسپوز کلا میتونیم تصویر رو روشن‌تر یا تیره‌تر کنیم، که در واقع الان با اینکه داریم دستی اکسپوز میکنیم ولی حالت اتوماتیشه. حالت دستیش بهمون این امکانو میده که دستی ایزو رو جدا تنظیم کنیم و سرعت شاتر رو جدا. ایزو الان روی 100،
سرعت شاترم مثلا رو چیزای دیگه تنظیم کنیم، که این برای جایی که نور زیاده میتونیم ای حدی ببریم بالاتر. در واقع باید سرعت شاتر الان سرعتش 1.5 است و برای 25 فریم مناسبه. اگه بخوایم 30 فریم بگیریم اینو باید بیاریم مثلا بذاریم روی 60. پس این شد نوردهی دستی دقیقا مثل دوربینا. میتونیم هم بذاریم رو اوتو یه اکسپوز بهمون میده دیگه، اصلا کاری نداریم سرعت شاتر چیه با اینا. نمیاریم روی 0 و خاموشش میکنیم. یه چیز دیگه داریم وایت بالانس، تراز سفیدی، که میتونیم تصویرمون رو زرد زرد کنیم یا آبی آبی کنیم. حالا این هم باز اینجا مثل دوربینا یه سری وایت بالانس فیکس هم داره که مثلا میگیم تنگستن یا مثلا هوای ابری، از این چیزای فیکس هم داره در کل که میشه استفاده کرد. میتونیم هم بذاریم روی اوتوماتیک و بعد بذاریم روی فیکس. یعنی الان یه وایت بالانس خودش در نظر گرفت، بعد گذاشتیم رو فیکس دیگه. اینجا هر چقدر رنگ و نور رو اینا عوض شه، وایت بالانسمون تغییر نمیکنه. یه وقت هستش داریم به ویدیو میگیریم و موقع اصلاح رنگ هی میبینیم اوتوماتیک وایت بالانس رو تغییر داده و اصلاح رنگمون رو خراب میکنه. واسه همین این فیکس خیلی کاربردیه برای فیلم برداری، ولی خب میذاریم رو اوتوماتیک و کاری باهاش نداریم. این شد ابزاره این پایین. این بالا از این وسط شروع میکنیم، روش که میزنیم میتونیم فریم ریت رو تغییر بدیم که من میشه رو 25 فریم میگیرم. میتونیم رزولوشن رو تغییر بدیم، رو 4K باشه، رو فول HD باشه یا روی HD باشه. میتونیم SDR و HDR بودنش رو مشخص کنیم که گوشه من قدیمیه فقط SDR رو داره. اینجا HEVC کدکشه، میتونه رو پررز هم باشه رو گوشی های جدید تر. این هم میبندیم. اینجا سمت راست میخوریم به سیتینگ. سیتینگ رو بیارم بالا. خب اینجا هم دوباره تو بخش پریفرنسز کدک داریم، فرمت داریم، رنگ و داینامیش رنج داریم که حبس خواهم بالا بهش دسترسی داشتیم. یه استابلایزر هم داریم که لرزش تصویر رو کم میکنه. اینو روشن کنیم. کلن این الان من این تکون میدم ولی تصویر اصلا اونجوری تکون نمیخوره. لرزشش رو قشنگ کم میکنه. به جز این اینجا یه ابزار دیگه هم داریم که دوربین جلو رو اونوری نشون ده. یعنی اگه مثلا انگشتم اینجاست تو تصویر، برعکس تصویر رو آینه بار برعکس میکنه و برعکس نشون میده. بخش بعدیش بخش تولزه. وارد که میشیم یه سری خط و خطوط میتونه نشونه اون بده. مثلا این خطا برای کادر بندی خیلی مناسبه، این خطایی که داره، و میتونیم فاین 1/3 رعایت کنیم یا بدونیم وسط کادرمون دقیقا کجاست. بعد میتونیم اسپکت ریشیو هم بهش بدیم که مثلا میگیم کادرمون مربعه، حالا درست دوربین داره قدی میگیره، ولی ما برای کادر مربع مثلا برای اینستاگرام یا جای دیگه میخوایم. اینجا این کادر رو بهمون نشون میده که سوژه داخل این کادر باشه، یعنی کل ویدیو رو میگیره، ولی این در واقع خط راهنماست که ما سوژه‌مون رو وسط این مربع نخونه نگه داریم. که اینم خاموش میکنیم. اینجا دوتا ابزار هستش که خیلی ابزارهای مهمی هن برای فیلم برداری. یه دونه نقاط فوکوس رو بهمون نشون میده که اینو روشن میکنیم، میبینیم یه خطای سبز و اینجا جاهایی که فوکوس کرده. برای اینکه دقیق تر ببینیمش اینو میاریم رو منوال و میبینیم وقتی فوکوس نیست تاره خطای سبز رو نداره و فوکوس رو هر جا باشه همونجا این خطای سبز ظاهر میشن. که این هم میذاریم رو اوتو فوکوس. یه دونم اوور اکسپوز ایندیکیتور داره که جاهایی که نور اگه حدی بیشتره و تصویر اصطلاحا میسوزه رو بهمون نشون میده.
الان من اینو روشن میکنم، میگه اینجا روی این برگه میبینی یه سری خاشور زدگی داره، میبینی اینجا روی این برگه اوور اکسپوز شده و تصویر رو داره میسوزونه، اینجا هم یه مقدار داریم اوور اکسپوز که خیلی ابزار خوبیه برای اینکه تصویرمون نسوزه، به خصوص اگه HDR داریم فیلم برداری میکنیم، اینجاها خیلی بیش از حد میتونه روشن باشه و چش بیننده رو اذیت کنه. تو اصلاح رنگم باز با اینجاها به مشکل میخوریم، مثلا بعضی وقتا یو انگار یه تیکه در اومده از تصویر و کلن هم چیز غلطیه، اوور اکسپوز نباید تو تصویر داشته باشیم، چون اصطلاحا اصلا بهش میگن تصویر سوخته است. پس این دوتا ابزار هم وصل میکنیم. برای صدا هم یه منبع صدایه که الان هیچ دستگاهی به این گوشی وصل نیست، ولی میتونیم ایرپاد یا میکروفون هر چیزی وصل کنیم و اینجا تعیین کنیم که از کدوم منبع صدا رو ضبط کنه. برای صدا یه ابزار دیگه هم داریم اینجا که میبینین این وقتی من صحبت میکنم تکون میخوره، اینجا باز میتونیم لول صدا رو ببینیم که اگه صدا یه حدی بیشتر باشه میبینیم میره تو زرد و قرمز که باید همیشه قبل زرد نگه داریم لیمیتشو. اگه پیچ گینی داره، نمیدونم میکروفونمون ولوم داره، باید جایی نگه داریم که قبل این زرده باشه. و در نهایت میرسیم به دلیل اصلی اصلا وجود این اپ. اینجا ما میتونیم آیفونمون رو تبدیل کنیم به یه دوربین استودیویی برای آیپد، فقط هم با فاینال کات آیپد کار میکنه، با فاینال کات مک کار نمیکنه. و مثلا 4 تا دوربین میکاریم جاهای مختلف. حالا من کانتینیو رو میزنم، ازم اجازه میخواد که به دستگاه های اطرافم دسترسی داشته باشه روی همین شبکه، و داره میگرده دنبال آیپدی که روش فاینال کات باشه. اینجا تا 4 تا آیفون رو میتونیم وصل کنیم بهش و همزمان این 4 تا آیفون شروع کنم فیلم برداری کردن از زاویه‌های مختلف، مثلا از یه اتفاق، از یه سوژه، و اینا رو رو فاینال کات آیپد میتونیم مدیریت کنیم. دوربین 1، دوربین 2 تصویر عوض شه و خیلی باحال میشه که هم میتونیم ضبط کنیم، هم میتونیم برای لایو ازش استفاده کنیم. یعنی 4 تا دوربین داریم و زنده میتونیم تصویر رو عوض کنیم، مثل برنامه زنده تلویزیونی که دوربین عوض میشه، در واقع اتاق کنترل تصمیم میگیره که بره الان رو کدوم دوربین. هم اون کارو میتونیم بکنیم، هم مثل کارهای سینمایی میتونه با 4 تا دوربین ضبط شه و موقع ادیت دوربینا رو عوض کنیم و سوئیچ کنیم بین دوربین 1 2 3 4. اما بدون آیپد ما خیلی راحت میتونیم فیلمامونو داشته باشیم و استفاده کنیم از این اپ کاربردی. تقریبا شبیه اپ بلک ماجیکه، اپ بلک ماجیک کامرا رو داشتیم، ولی خیلی ساده تر و سرراست تره. و اگه فاینال کات روی آیپد هم داشته باشیم که خب خیلی باحال میشه. اینجا الان ویدیوییه که ضبط کردیم باشیم و استفاده کنیم از این اپ. اینجا همه چی تکلیفش روشنه دیگه، صدا رو الان برای چیز که هم میوت میکنه، پلی میکنه، اینجا میتونیم ایردراپ کنیم، شیر کنیم یا میتونیم پاکش کنیم. فقط یه چیز جدید و جالب داره اینجا، اونم این عکس علامت آپلود به دوربینه یا آپلود دوربینه، که همینجا مستقیم ما میتونیم اینو منتقل کنیم به فاینال کات روی مکمون، یعنی چیزی رو که اینجا ضبط کردیم بعدش منتقل کنیم به آیپادمون که فاینال کات پرو 2 داره. و اینجا هم همچنان مک رو نمیشناسه، فاینال کات مک رو نمیشناسه، میدونین فقط دنبال آیپد میگرده. اینجا هم داره میگه که مطمئن باشین که وای فای بلوتوث روشنه، دستگاه ها رو نزدیک کنیم به هم، نزدیک باشه و تا انتقال تموم نشده این اپ ها هم اینجوری باز نگه داریم. حالا اصلا اینجا هیچی رو نمیشناسه. در کل اپ خیلی ارزنده‌ایه و خیلی بهتر از اپ دوربینه، اپ دوربین خود آیفونه، و میشه گفتش یه نمونه خیلی ساده تر شده از اپ بلک ماجیک کامراست،
که خیلی سرراستر و ساده تر میتونیم از دوربینمون استفاده کنیم. ولی بلک مجیک کامرا یه ذره ابزارهای پیچیده تر و بیشتری داره، این یه ذره خلاصه تره و طراحی اپل هم دقیقا تو اپ میبینیم که خیلی همه چی ساده است، خیلی خلاصه است، شلوغش نکرده، چیزایی که خیلی کاربردیه رو خیلی راحت گذاشته دم دست که راحت بتونیم استفاده کنیم، زیاد تکنیکالش نکرده داستانو و خیلی هم پیچیدهش نکرده. از این نظر به نظر من برتری داره نسبت به اپ بلک مجیک. حتی از نظر کیفیت تصویر، کیفیت تصویرش با اپ دوربین با بلک مجیک تفاوتی نباید داشته باشه و نداره. یعنی اپ دوربین آیفون خودش همیشه بالاترین کیفیت ها رو میگیره و این اپ هم دقیقا که همون کیفیت بلک مجیک هم همون کیفیت، یعنی خیلی تفاوتی، خیلی که نه، هیچ تفاوتی من هرچی شخ زدم از نظر حجمش، بیتریتش، فلانش، همه رو نگاه میکنم یکسانه یکسانه و اختلاف آنچنانی من ندیدم اصلا توشون، مثلا یکیه. از نظر کاملی به نظرم کاملا خوبه و اول میشه اپ بلک مجیک کامرا، بعد میشه اپ فاینال کات کامرا، بعد میشه دوربین خود آیفون. از نظر کاملی اگه بخوایم در کل بگیم کدوم باحالتر و جالب آدم ازش استفاده کنه، پیشنهاد من همین فاینال کات کامراست. اون بلک مجیک یه ذره زیاد پیچیده است و برای کسی که خیلی با دوربین فیلم برداری کار نکرده میتونه گیج کننده باشه یه مقدار. اون یکی اپ کامرا هم که اصلا ناقصه، به خصوص اون بحث اکسپوزش که زرت یه روشن خاموش داره، نه سرعت شاتر داره، نه اون نقاط اوور اکسپوز رو میتونه بهمون با هاشور نشون بده، از این ابزارهایی که لازمه برای فیلم برداری هم نداره. واسه همین بهترین گزینه به نظرم فعلا برای فیلم برداری با آیفون همین فاینال کات کامراست.